سارا ایرانی عزیز رفته به سراغ دو نشریه، یکی واشنگتن پست، یکی نیویورک تایمز، درباره لشکرکشی آقای اردوغان به سوریه، همینطور تهدیدهای ایالات متحده آمریکا علیه حکومت ترکیه. سارا جان، ترکیه با کاخ سفید و همینطور کاخ ابیض آقای رجب طیب، سرپا گوشیم. از اینجا شروع میکنم که پرزیدنت ترامپ میگوید در دوران ریاست جمهوری اوباما در صدد یافتن راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه بیش از 500 هزار سوری کشته شدند. اما واکنش خشمالود رسانه ها در این 72 ساعت بیش از خشم آنان طی 7 سال کشتار در سوریه بوده. نیویورک تایمز دیروز نامه 9 اکتبر پرزیدنت ترامپ به اردوغان رو که کاخ سفید برای نشون دادن اینکه چراغ سبزی برای حمله به او داده نشده منتشر کرد. می‌نویسد ترامپ پس از تصمیم و اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه طی نامه‌ای به اردوغان هشدار می‌ده. در این نامه می‌نویسه آقای رئیس جمهور، بیایید برای دستیابی به یک توافق خوب همکاری کنیم. شما نمی‌خواهید مسئول کشتار هزاران تن باشید و من هم نمی‌خواهم مسئول نابودی اقتصاد ترکیه باشم. نمونه کوچکی از این عمل کرد رو من در ماجرای کشیش برانسون به شما نشان دادم. پرزیدنت ترامپ با اشاره به دریافت نامه رهبر نظامی کردهای سوریه ژنرال مظلوم میگوید او مایل به مذاکره با شماست و حاضر به دادن امتیازاتی که هرگز در گذشته نبوده و نامه او را هم ضمیمه میکنم. دنیا را مایوس نکنید، اگر این کار با شیوهی درست و انسانی انجام شود تاریخ نگاهی مطلوب به شما خواهد داشت و چنانچه اتفاقات خوبی رخ ندهد به شما چون ابلیس خواهد نگریست. حماقت نکنید. و اما کوتاه شده آخرین مطلب واشنگتن پست در مورد تنش، خشم و عصبانیت غرب از ترکیه که انتخاب امروز برنامه شماست. می نویسد شمشیرها در واشنگتن بر علیه ترکیه از قلاف ها بیرون آمده. فارغ از نقش احتمالی که خروج نیروهای امریکایی در حمله ترکیه ایفا کرده باشه، مداخله نظامی ترکیه واکنش بسیار جدی همراه خشم و عصبانیت در واشنگتن در میان قانونگذاران امریکا برافروخته که تصور نمی رود به این زودی ها کاستی بگیرد. با بروز اعتراضات و نارضایتی های شدید، پرزیدنت ترامپ تحریم هایی بر وزارتخانه های دفاع و انرژی و همچنین برخی از مقامات ارشد ترکیه وضع کرد. اما این اقدامات تنبیهی قانونگذاران امریکا را ناراضی کرد و نمتقاعد و اعلام کردند لایحه‌ای موازی و جداگانه تنظیم خواهند کرد. سناتور دموکرات کریس فان هالن و سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام هر دو خواهان تحریم های بیشتر هستند تا بتواند بر رفتار اردوغان تأثیر بگذارند. دیوید ایگناشوس، ستون نویس سرشناس واشنگتن پست، نوشت تصمیم پرزیدنت ترامپ در عقب نشینی نیروهای امریکایی از شمال شرقی سوریه که هدفش کمک و محافظت از منطقه خودمختار کردستان سوریه بود، خشم بسیاری از دیپلمات‌ها، مقامات اطلاعاتی و نظامی امریکا که از فداکاری‌های کردها در مقابله با دولت اسلامی داعش و دادن هزاران قربانی در این مبارزه به خوبی واقفند را برانگیخته. به نقل از یک افسر سابق سازمان اطلاعاتی، پشت کردن به کردها که در کنار با قربانیان بسیار دادند بدنامی است که ثبت خواهد شد و چون لکه ننگی دهه ها با ما خواهد بود. در مطلب واشنگتن پست آمده
احساس چنین خشمی از حمله نظامی ترکیه تنها به واشنگتن اختصاص ندارد. وزارت خارجه کانادا فروش تسلیحات به ترکیه را به تعلیق درآورده و در بیانیه هشدار داده که اقدام یک جانبه آنکارا به ثبات شکننده منطقه شتاب و شرایط کمک رسانی بشر دوستانه را دوچندان دشوارتر کرده. اتحادیه اروپا هم در یک بیانیه جمعی صادرات تسلیحات را به ترکیه به تعلیق درآورده. آلمان، فرانسه، بریتانیا، فنلاند و سوئد هم تا آخر هفته قرار است تحریم‌های بیشتری بر آنکارا وضع کنند. وزیر خارجه بریتانیا خطاب به اردوغان می‌گوید این یک بی‌پروایی است، عملی است که از یک عضو ناتو عملی نیست که از یک عضو ناتو باید انتظار داشت که نهایتاً به نفع روسیه و رژیم اسد تمام خواهد شد. در مطلب واشنگتن پست آمده رجب طیب اردوغان در غرب چهره مطلوبی نیست. بسیاری از دولت‌ها به طور فزاینده پرده از چهره حکومت استبدادی او برگرفتند و با عملیات نظامی اخیرش هم در شمال شرقی سوریه اجماع جهانی علیه او پررنگ‌تر شده. اردوغان کردهای سوری را که به زعم او تروریست هستند محاصره کرده. کردها برخلاف حوتی‌ها، واشنگتن پست می‌نویسد، برخلاف حوتی‌های یمنی که با وابسته به جمهوری اسلامی‌اند، نقش کلیدی در تأمین منافع استراتژیک غرب در سوریه ایفا کردند. مطلب واشنگتن پست بر این باوره برخلاف تمام سمپاشی‌ها علیه محمد بن سلمان در غرب، رجب طیب اردوغان چهره‌ای بسیار ناخوشایندتر از اوست. در اروپا از اردوغان به نام عوام فریبی خطرناک و در امریکا از او به نام دشمنی در لباس متفقین نام میبرند. و من بعد مورد بدترین مذمت‌های سیاست گذاران امریکا خواهد بود و واشنگتن سیاست خارجیش را در مورد آنکارا تغییر اساسی خواهد داد. و در انتها در کمال تأسف آورده قمار رجب طیب اردوغان در این بخش از جهان قدرت‌های منطقه‌ای به دلیل ارتکاب چنین فجایعی هزینه‌های اندکی می‌پردازد می‌تواند احتمالاً تکرار مکررات باشد. تشکر می‌کنم سارا جان، ممنون. گزارش‌های مهمی بود، همیاران هم شنیدید. واقعاً قدرت‌های غرب برخلاف گذشته دیگه اول سیاست‌های انفعالی دارن و بعد اقداماتی هم که انجام میدن، نوشدارو بعد از مرگ سهرابه، یعنی میگذارن این جنایت ها در سوریه رخ بده و بعد شروع میکنن به تهدید کردن. اردوغان هم متاسفانه از همین فرجه و از همین زاویه بهره گیری کرد و دمار از روزگار مردمانی در سرزمین خودشون داره. بکنی دولت خارجی از بیرون به سویک مملکت لشکر کشی کنه و کردها رو ناچار بکنه که زادگاه و خانه و زندگیشون رو بگذارند و بگریزند، شما رو زیادی رو اعدام بکنه، شما رو زیادی رو بکشه و شما رو زیادی ندونن به کی و کدام سمت باید فرار بکنه، چون از هر طرف دشمن اونها رو محاصره کرد. این حوادثی که در سوریه داره میگذره گرچه پاره معتقدن که دست جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه، به نظر من این گونه نیست، درست برعکس. یعنی شو میده که جمهوری اسلامی دیگه نقش حاشیه‌ای داره در مسائل مربوط به سوریه، نقش نخست و پوتین داره، نقش شماره یک فعلا از آن پوتین شده. پوتین هم حضورش در سوریه مرهون خدمات آقای قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی بود که از روسیه درخواست کرد که در سوریه دخیل بشه، از ولادیمیر پوتین. هزینه ها هم جمهوری اسلامی پرداخت، همه ما میدونیم. امروز دامنه حضور روسیه اینقدر گسترده شده که دیگه تصور نمیره جای زیادی برای جمهوری اسلامی باقی مونده باشه، مگر اینکه در حاشیه، مگر در حاشیه. در مورد این دشکرکشی هم دیدیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی واکنش چندانی دیده نشد. فقط حسن روحانی بود، گفت ما نمیپسندیم، از پسند انگار رفته خواستگاری، از پسند صحبت کرد، محکوم هم نکردن، انتقاد نکردن، هیچی محکوم هم نکرد. آقای حسن روحانی
فقط گفتن که از اقدام آقای اردوغان رو نمیپسندن. خب اینا همه نشانه ضعف و فتور رژیم جمهوری اسلامی است که از نظر مالی هم در مضیقه است. همین وضعیت رو مطمئن باشید به مراتب بدتر در عراق خواهد داشت. یعنی ما باید منتظر باشیم که این مجموعه مناطقی که حوزه های نفوذ جمهوری اسلامی محسوب میشن به باطلاق های بزرگ برای همین حکومت تبدیل بشن. خب همینان هم با آقای حسن دایی عزیز هستیم. آقای دایی عزیز بریم به اثر سوریه. الان این گزارشی سارا خانم داشت و گزارش اگر نیویورک تایم یکی از واشنگتن پست میخوام به روایت شما گوش کنیم. ببینیم شما نظرتون چیست درباره اون چی که ترک ها انجام دادن. بفرم. اولا تا بحران های خاورمیانه لایه در لایه است. درسته. یعنی که فقط یک تضاد و یک مشکل نیست. تو هر کشوری مردم خودشون با حکومت ها اکثرا تضاد دارن، مشکل دارن. مسئله دموکراسی، مسئله فساد، مسئله فقر مردم و و و. این بومی مسئله اول. کشورها با هم اختلاف دارن، برای نفوذ در منطقه با هم مسئله دارن. توی هر کشوری گاهی اوقات اقوام کرد، سنی، شیعه، نمیدونم اینها با هم مسئله دارن، تضاد دارن. بعد در این دنیای جدید جمهوری وابستگی‌های اسلامی را اضافه کنیم در رأسش جمهوری اسلامی، بعدم داعش و اینها پیدا شدن. این هم یه پدیده جدید، یک تضادی هم که جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته به اصطلاح خودش جبهه مقاومت با اسرائیل، دشمنی با اسرائیل. خب مجموع اینها در خاورمیانه هست. همه اینها به هم ربط داره. یعنی نمیشه که یه مسئله این مثلا بخواد حل بشه یا اتفاق بیفته رو دیگر مسائل تاثیر نذاره. نمیشه. این کشورها همه تاثیر میپذیرن، همه دخالت دارن. سوریه مجموعه این لایه ها رو در خودش جمع کرد، همه رو بیرون زد. بنابراین وقتی که در سوریه اون بحران ها شروع شد، همواره بحثمون این بود که نباید عجله کرد، باید هر چیز رو در طول زمان دید. حالا تا بخواد به اصطلاح اثر خودش نشون بده یا جا بیفته خیلی زمان میبره. اما یه نکته هست و اونم اینه که در هر صورت دوران تا همین اخیرن بالاخره آمریکا به عنوان ابرقدرت حضور داشت، مثل یه میخی بوده که تو منطقه بوده، محوری بوده که بوده، از خیلی از تنش‌ها جلوگیری میکرده یا از گسترش تنش‌ها جلوگیری میکرده، از خیلی از جنگ و دعواها جلوگیری میکرده، بالاخره یک تعادلی ایجاد میکرده. خب این آمریکا حرفایی که آقای صحبتایی که آقای تام کرده میخواد بیاد بیرون. یعنی دیگه ما باید شاهده اگه این صحبتایی که شما میگید درست باشه و بیاد بخواد در جای دیگه هم اجرا بکنه، یعنی از عراق و افغانستان بیرون بیام، بعد از دوحه و قطر بیام بیرون. این هم تو که ایشون میگه ما از خاورمیانه چی کار داریم مثلا اگه درست بگه. خب این روندی که آقای اوباما به نوعی شروع کرد، یعنی عقب نشینی از منطقه، این رو بخواد تشدید بکنه، ما شاهد خروج کامل آمریکا خواهیم بود. الان نفوذش بسیار کم شده در تأثیر گذاری و این نتیجه چی میشه؟ بنابراین یه نقطه عطفه باید اول این رو نگاه بکنیم. ما هرچی رو بخواهم ببینیم باید در زیر سایه و پرتاب این ببینیم که دیگه آمریکا مثل گذشته اون محور نیست. خب نتیجه اولش به اعتقاد من اینه که این کشورها گستاختر میشن در رفتارهای خودشون هر کدوم. یعنی ترکیه به یه نوعی میبینیم که ترکیه دیگه حرف آمریکا رو اصلا گوش نمیکنه، با اینکه متحدشه در ناتو. جمهوری اسلامی 100% گستاختر شد با تحولی که در سوریه شده و با ترجمه که کردها به طرف بشار اسد مجبورن برن برای حفظ امنیت خودشون یا روسیه. خب این به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد، در منطقه گستاختر خواهد شد. یعنی تضادهایی که بوده، یعنی آمریکا که اومده بیرون، این تضادها تشدیدتر میشه چون جلوی خودشون رو باز میبینن. این تنشها بیشتر خواهد شد، به سمت خطرناک هم خواهد رفت. من شخصا فکر میکنم که تضاد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی این به سمت خطرناک خواهد رفت. جمهوری اسلامی ما دیدیم هر جا آمریکا عقب کشیده، جمهوری اسلامی میدان رو باز دیده، بیشتر در باطلاق منطقه رفته، بیشتر ماجراجویی کرده، به سمت جلو رفته و تضاد خودش چه با عربستان چه در جاهای دیگه و به خصوص با اسرائیل رو
تشدید کرده، یعنی تهدید جمهوری اسلامی ایران اسرائیل بیشتر خواهد شد. این بحثایی که در کنگره در آمریکا هست، تمام این بحثایی که می‌بینیم همش نقطه مرکزیش اینه. بالاخره الان اسرائیل در مقابل حضور جمهوری اسلامی در سوریه و در لبنان و درش در عراق تنهاست. حالا آمریکا میخواد اسلحه بده، هر کار میخواد بکنه بکنه، حمایت بکنه. این تهدید برای اسرائیل بسیار جدی تره. خب این کشورها عربستان و اسرائیل که نمیان کلید منزلشون رو بدن دست جمهوری اسلامی، که اونم حیاتشون بسته به اینه. بنابراین مقابله خواهند کرد، این تضاد تشدید خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم این باطلاق منطقه‌ای که جمهوری اسلامی داره جیب و سفره مردم ایران براش خرج میکنه، نتیجه حضورش درسته که از نظر نظامی گسترش بیشتری پیدا کرده، قدرت بیشتری در منطقه ظاهرا پیدا کرده با توجه به این گروه های شبه نظامی که داره، اما در داخل اقتصادش ورشکسته تر شده و تضادش با مردم تشدید شده. یعنی در داخل داره تضعیف میشه، در ظاهر در منطقه داره تقویت میشه. این ادامه پیدا خواهد کرد، تهدید جمهوری اسلامی تقویت میشه در منطقه به سمت خطرناک بره. جمهوری اسلامی در ظاهر فکر کنه برده، روی کاغذ، روی نقشه، روی آرایش قوا در سوریه دست بالا رو میگیره، در این تهدیدی نیست. اما در واقعش اینه که اگه تضادها رو مد نظر قرار بدیم، ارتباط اینا رو با هم ببینیم، روند رو ببینیم، موقعیت جمهوری اسلامی در داخل ببینیم، برای کل منطقه خطرناک جمهوری اسلامی هم بیشتر باطلاق رو خواهد رفت. من تردید ندارم. آقای دایی عزیز، سپاسگزارم از حضور شما.